فرقی نمیکنه عکاسی یا تصویربردار، با دوربین حرفه‌ای کار میکنی یا با موبایل تولید محتوا میکنی. خیلی‌ها میگن ما دوربین حرفه‌ای داریم یا موبایل گرون قیمت داریم، ولی اون نتیجه‌ای که باید از تصویرمون بگیریم و نمیگیریم. دلیلشو بهت میگم. سلام، من فرشاد نوری‌پور هستم، کارگردان، تصویربردار و مدرس تصویربرداری. تصاویر ویژگی‌های بصری متعددی دارن که باید بلد باشی. میخوام تو این کانال با هر ویدیو یکی از این ویژگی‌های بصری تصویرها رو بهت بگم. پس لطفاً کانال رو سابسکرایب کن، این ویدیو رو لایک کن تا همه ترفندهای تصویربرداری و نورپردازی رو بهت بگم. ویژگی اول وضعیت کانونی یا فوکسینگ. موضوع یا صحنه مقابل دوربین از نقاط بسیار زیادی تشکیل شده. پرتوهای نور بازتابید شده از موضوع یا جسم از لنز عبور میکنه و با گذشتن از یک یا چند عدسی به سطح سنسور میرسه. اگه این پرتوها همشون دقیقاً روی سطح سنسور همگرا بشن، اون تصویر به صورت دقیق فوکس یا کانونی به دست میاد، مثل این تصویر. اما اگه پرتوهای بازتابیده شده قبل از سطح سنسور یا بعد از سطح سنسور همگرا بشن، تصویرمون اصطلاحاً غیر کانونی یا آوت آف فوکس یا فلو گفته میشه بهش. تو این حالت هر کدوم از اون نقطه ها به شکل یک دایره در میان و هر چقدر تصویرمون غیر کانونی تر باشه، اون دایره ها بزرگتر میشن، توی همدیگه فرو میرن و فقط فرمی از اون شکل رو برامون بازسازی میکنن و نه جزئیاتش رو، مثل این تصویر. حالا ما چه زمانی یک تصویر رو فلو یا غیر کانونی میگیم؟ فقط زمانی که تمام قسمت های یک تصویر غیر کانونی باشن، نه فقط یک قسمتش. اگه دوستش داشتی برای دوستات بفرست تا بریم واسه ویدیوهای بعدی. خیلی مخلصیم.